شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا، خبرهایی از تلاش موافقان و مخالفان برجام بعد از روی کار آمدن بایدن، استقبال عفو بین الملل از تعلیق فروش سلاح به عربستان و امارات، هلاکت معاون سرکرده داعش در عراق و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 11 بهمن تعداد مبتلایان کووید 19 در جهان به 103 میلیون و تعداد قربانیان به 2 میلیون و 220 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 74 میلیون و 500 هزار نفر از این بیماری بهبود پیدا کردند. طبق اعلام مقامات بهداشت ویتنام، شیوع تازه کرونا در این کشور تحت کنترل قرار گرفته است. چین و کره جنوبی نیز موفق به کنترل نسبی افزایش موارد ابتلا شدند. با افزایش شدید مبتلایان و فوتی‌های کرونا در پرتغال، قرنطینه سراسری این کشور تمدید شد. مکزیک نیز با عبور از آمار کلی قربانیان در هند به سومین کشور جهان از نظر تعداد مرگ و میر کرونا تبدیل شده است. اتحادیه اروپا به شرکت‌های واکسن‌سازی این اتحادیه هشدار داده در صورتی که به تعهدات خود در قبال تأمین واکسن در اروپا عمل نکنند، این اتحادیه مانع از صادرات واکسن‌های آنها خواهد شد. عبدالله دوم پادشاه اردن از رژیم صهیونیستی به دلیل تأمین نکردن واکسن کرونا برای فلسطینی‌ها انتقاد کرد. تلاش‌های موافقان و مخالفان برجام بعد از روی کار آمدن جو بایدن. رابرت مالی نماینده جدید آمریکا در امور ایران گفتگوهایی با مقامات ارشد انگلیس، آلمان و فرانسه انجام داده تا به نقطه نظر آنها در خصوص توافق هسته‌ای پی ببرد. همچنین جک سالیوان مشاور امنیت ملی جدید آمریکا روز جمعه اعلام کرد یکی از اولویت‌های آنها رسیدگی به مسئله هسته‌ای است، چون به ادعای او ایران به داشتن مواد شکاف وزیر لازم برای دسترسی به سلاح نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز اعلام کرده عربستان سعودی باید بخشی از مذاکرات در توافق با ایران باشد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تصمیم دولت بایدن برای بازگشت به برجام را اشتباه خوانده است. استقبال عفو بین الملل از تعلیق فروش سلاح به عربستان و امارات. فیلیپ نصیف یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل ضمن تمجید از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق فروش سلاح به عربستان و امارات اعلام کرد این اقدام باعث افزایش فشار بر کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه می شود تا از دامن زدن به جنگ در یمن خودداری کنند. ایتالیا نیز فروش هزاران موشک به عربستان و امارات را به دلیل تعهد این کشور در احیای صلح در یمن و حمایت از حقوق بشر فعالیت تعلیق درآورده است. فعالیت سیاسی ترامپ پس از ترک کاخ سفید. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا فعالیت سیاسی خود را پس از ترک کاخ سفید از سر گرفت. ترامپ روز پنجشنبه با کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا دیدار و در جریان آن با کمک به جمهوری خواهان برای به دست آوردن اکثریت مجلس نمایندگان موافقت کرد. تحولات سیاسی و امنیتی در لبنان و عراق. طبق بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان، سعد حریری نخست وزیر مکلف این کشور به تشکیل کابینه جدید بدون در نظر گرفتن ملاحظات میشل اون رئیس جمهور لبنان اصرار دارد. بیانیه که نشان از تشدید اختلاف میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف دارد. در خبری دیگر از تحولات لبنان، معترضان لبنانی در شهر ترابلس برای چهارمین روز متوالی تظاهرات کردند که در جریان آن یکی از معترضان جان خود را از دست داد. شهروندان عراقی نیز روز جمعه در استان زیغار در مخالفت با بودجه سال 2021 کشورشان که قرار است توسط پارلمان به تصویب برسد دست به اعتراض زدند. هلاکت معاون سرکرده داعش در عراق. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور طی عملیاتی ابو یاسر العیساوی معاون سرکرده داعش و والی عراق در این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند. نیویورک تایمز نیز اعلام کرده العیساوی روز چهارشنبه در عملیاتی مشترک میان نیروهای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا و نیروهای عراقی به هلاکت رسیده است. تمدید معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای میان آمریکا و روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه طرحی را به امضا رساند که بر اساس آن آخرین معاهده کنترل تسلیحات هسته‌ای باقی مانده میان روسیه و آمریکا یک هفته قبل از پایان یافتن تمدید شد. هر دو پارلمان روسیه نیز روز چهارشنبه به تمدید 5 ساله این معاهده که با نام نیو استارت شناخته می‌شود رأی مثبت داده بودند.